تأثیر کشته شدن نصرالله در اون چیزی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه محور مقاومت بهش از جمله حزب الله لبنان، چه تأثیری میتونه داشته باشه این کشته شدن نصرالله؟ خب به هر حال این حمله که باعث کشته شدن نصرالله بود یک جزوی از یک مجموعه 10 روزه بود که با حملات سایبری به پیجرها و واکی‌تاکی های حزب الله شروع شد و سیستم ارتباطی اونها رو کاملا از کار انداخت، اعتماد به نفسشون رو از بین برد و همینطور حملات بعدی که تعداد قابل توجهی از فرماندهان نظامی به ویژه فرماندهان نیروی رضوان، نیروی نخبه حزب الله رو از میان برداشت و در نهایت به حمله‌ای که به ستاد فرماندهی حزب الله انجام گرفت و نصرالله کشته شد. این مجموعه این حملات در این 10 روز اخیر باعث شده که حزب الله از تعادل خودش خارج بشه و برای اینکه دوباره به تعادل برگرده نیاز به کار زیادی هستش، به خاطر اینکه از یک نظر برای اون تاثیر روانی این حملات هست در از بین بردن کادر رهبری و کادر فرماندهی و کنترل و امکانات ارتباطی حزب الله، و از طرف دیگه خب جزئیات فنی هستش که هم از نظر نیاز به ایجاد یک شبکه ارتباطی جدید برای حزب الله هست و هم از نظر آسیب پذیری که تأسیسات و امکانات نظامی و فرماندهی و کنترل حزب الله مشخص شد که داره. در 20 سال اخیر و به ویژه در این 4-5 سال اخیر اسرائیل روی مشخص کردن و تعیین و کشف و آماده کردن این تأسیسات مهم حزب الله و مرکز نگهداری مهمات و تسلیحات و سکوهای پرتاب راکت ها و موشک حزب الله خیلی کار کرده و اینا رو اطلاعات اینا رو جمع‌آوری کرده به صورت یک مجموعه از طرح‌های عملیاتی در آورده و این آمادگی وجود داشته و کار خیلی سختی انجام شده. اطلاعات بسیار بروز و به هنگامی که نه فقط از امکانات الکترونیکی و ماهواره‌ای به دست اومده، بلکه اطلاعات انسانی از ماموران و افرادی که در داخل بالاترین سطوح حزب الله اسرائیل داشته استفاده کرده و تصمیمات خیلی سریع و با تکیه بر این پشتوانه آمادگی چندین و چند ساله خودش گرفته و باعث شده که چنین موفق ظاهر بشه.